سلام خانومی، صبح بخیر. چیه ترسیدی؟ والا حق داری، با این بتوهنی که ما داریم اینجوری بپری. صبح بخیر. پاشو صبحونه آماده است، نون تازه، عسل و کره و چای. دستت درد نکنه. چیه اینجوری نگاه میکنی؟ صورت نشسته. نه جنبی، نه من به شرکت میرسم، نه تو به دانشگاه. سلام آقا مرتضای گل. سلام آقا فریدون، حالت چطوره؟ ممنون، شما خوبی؟ حالا احوالت چیه؟ چیو بردی برامون؟ ببینم. میخوای بریم یه دور بزنی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. اقل یکم بیه کمک من بکن، کلی بار رو بردن. پس به تو نگاه میرسی، گروهی که هنر رو زیبایی معرفی میکنن و گروهی که هنر رو سیاست معرفی میکنن. در واقع دو تا بحث فرم و محتوا پیش رو مونه. دسته اول به فرم، شکل ظاهری و زیبایی بصری اثر توجه دارن، اما دسته دوم به عمق، زیرلایه ها و بار معنایی یک اثر هنری توجه دارن. استاد ببخشید، به نظر شما تفکرات کدوم گروه به عصر و دوره ما نزدیک تره؟ ببین، هنر یه امر سلیقه‌ایه. ما مسلما نمیتونیم یه نفر رو به خاطر داشتن یه سلیقه خاص محکوم کنیم، اما در نهایت باور من اینه که هنر یعنی احساس و احساس یعنی زندگی. در نظام سرمایه‌داری که دنیا رو احاطه کرده دیگه رنگ و بویی از احساس نیست، اما من معتقدم وظیفه شما هنرمندای آینده است که احساس رو، چه ظاهری باشه چه درونی، خلق کنید.
تأکید میکنم خلق کنید و از اون مهمتر این که اونو انتقال بدید. سلام استاد، اجازه هست؟ یه خورده دیر نکردی؟ دیگه آخری که دستم؟ بله میدونم، ولی توضیح میدم. برو بشین. ممنونم. خیلی خوب دیگه بچه ها، حواستون به کلاس باشه. استاد بخشید، شما میگید هنر یعنی احساس، احساس یعنی زندگی. ما توی این رشته یاد میگیریم که احساس رو زنده کنیم، بهش نگاه تازه کنیم و توی تمام ابعاد زندگیمون جاری کنیم. اما به محض این کوچولوی توپولو کیه با خودت آوردی؟ دخترم استاد. ماشالله ماشالله، چند وقتشه؟ 3 ماه، ولی مجبور شدم با خودم بیارمش. باباش ماموریته، پدر مادر منم مسافرت، کسی نبود که بچه رو پیشش بذارم که ازش مواظبت بکنه. اینی که مجبور شدم یواشکی. میدونی چشماش خیلی شبیه خودته؟ بله، همه همین رو میگن. همین یکی مونده، آخریشه. بفرما. بله، خسته نباشی. شما با پیگیریاتون لطف بزرگی به خشایار رو البته ما میکنید. انجام وظیفه است آقای دکتر. شما رو که ندید. نه خیر، تو محوطه نبود. با بچه ها تو تخلیه بار کمک میکنه. واقعا شده عصای دست همه.
خدا رو شکر که بهش اعتماد دارم. حالش چطوره؟ مثل قبل. تغییر چندانی نکرده. اما من خیلی دلم خواد با بچه های کارمند اینجا سر صحبت رو باز کنه. برگشتن قدرت تکلمش نشونه فوق‌العاده‌ای میتونه باشه. هنوز معتقدید اصل ماجرا رو نباید براش گفت؟ اون حقیقت هم میتونه به عنوان یک آنتی‌شوک برش گردونه، هم برای همیشه خاموشش کنه. من منتظر نشانه های صحبتی هستم. به مجرد این که احساس کنم با گذشتش درگیر شده حتما بهش میگم. تا اون موقع میدونی که بله، مثل این 3 سال نباید منو ببینه. تو جالب، بچه هره قچاخی اردم سر کلاس؟ آره. خب بقیه شو بگو. هیچی دیگه، همین تموم شد. تموم شد؟ بقیه رو بگو، اون چی گفت؟ بعد تو چی گفتی؟ هیچی. بعدش شاگردم ازم پرسید استاد شما چند تا بچه دارین؟ منم بهش گفتم من بچه ندارم، چون من بچه دار نمیشم، چون من مشکل دارم، چون من عرضشو ندارم. تهمینه دوباره شروع نکن. مگه نمیخواستی بقیهشو بدونی؟ انقدر مشتاقی بقیهشو بدونی انگار قراره چی بهت بگم. من از کجا میدونستم تو اینجوری میشی؟ فکر کردم برای تو هم اتفاق جالبیه. خیلی جالبه که این همه سال بچه دار شدن همه ی شاگردامو ببینم، ولی خودم تامینه چطوره؟ داریم در مورد تامینه صحبت میکنم. چطور؟ بچه دارم نچه دارم تامینه، آشفتگی های اون، بحث های ما داره کم کم رو تمام زندگیمون سایه میندازه. هرچی هم زمان میگذره جدیتر میشه. از همه اینه مهمتر خود تامینه است. هنوز نتونسته با این موضوع کنار بیاد، واسه خودش جا بندازه. تو تمام این چند سالی که باردار نشدن تهمینه رو فهمیدم، همیشه دغدغه من و مادرش این بوده که تهمینه چجوری با این مسئله کنار میاد. البته تو... من قطعا بین داشتن بچه و تهمینه تهمینه رو انتخاب کردم. به خودشم گفتم. میدونم. تو این چند سالی که داماد این خانواده ای، من کاملا میزان علاقتو به تهمینه خوب درک میکنم. من از بابت تو خیالم راحته. ولی تهمینه بیچاره دخترم. یه پیشنهادی براتون دارم که فکر میکنم نتیجه بده. چه پیشنهادی؟ آوردن یه بچه از پرورش کن. چی شد؟ هیچی. خب نظر چیه؟ من اصلا با این قضیه مشکلی ندارم.
اووردن بچه از پرورشگاه مراحل قانونی زیادی داره که تأمین تو مرحله اول زیر بار نمیره، جا میزنه. نگران این مسئله نباش. من یه آشنای قدیمی دارم که رئیس یه پرورشگاه است. خانم قاسمی. میتونم باهاش صحبت کنم تا یه بچه‌ای رو به صورت امانت در اختیار ما بذاره. چند روز بعدم بیریم مراحل قانونی و فرزندخوندگی رو انجام میدیم و میاییم. اتفاقا یه دختر بچه میشناسم، خیلی به درد ما میخوره. خیلی خوب، حج سلام میدم. اجازه مرخصی به من میدی؟ کجا حالا؟ بعد برم شرکت. خیلی خوب، برو به کارت برس بابا جون. مادر جان خداحافظ. بله مادر، خداحافظ. دادگر، امیدوارم بدونی داری چی کار میکنی. ممنون آقا خشایا. اسرا جان، این آرام بده آقا خشایا. آروم‌تر. ببریدش اتاقش. ناراحت نباش. آخشو ناراحت نباش. این پرونده ها رو هم جمع کن بذار اتاق من. باشه؟ ممنونم. یه زمانی همکار ما بودید و جیکو پوک این کارم از من بهتر بلدین. شما که بهتر میدونین خلاف مقررات. بله میدونم، به همین خاطر ضمانت میدم که از هر جهت خیالتون راحت باشه. واقعیتش تلاش شما تو این 3 سال قابل تحسینه، مخصوصا از جهت آسایشگاه و پرورشگاه. من که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، کمتر کسی این کارو میکنه. ممنونم. دعا کنید مورد قبول حق تعالی قرار بگیره. من راضیم به رضای دوست. انشالله که همینطوره. از جهت مسئله ای هم که شما فرمودین، چشم. من خودم پیگیر میشم. متشکرم از لطفتون. خیلی ممنونم. امیدوارم بتونم جبران بکنم. خواهش میکنم. فقط یه درخواست کوچولو دیگه هم دارم. هم بفرمایید. عرض کنم که اگر میشه این دختر کوچولومونو ببینمش، خیلی دلم براش تنگ شده. خواهش میکنم، توی سالن اجتماعاتن، راهو که بلدی. بله بله، مزاحم شما نمیشم. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی ممنون.
شدی دختر گلم؟ همینجا پیش مامان بمونی ها؟ گفر این دختر خانم ریکلا چه دختر گلی دارم؟ طبق این نقشه و این برنامه ها تا حالا کار سیویلین پروژه خیلی وقت تموم شده، ولی ما همچنان مشکل سازه داریم. طبق زمانبندی کنترل پروژه زوم کاری ما باید رو 5 باشه، ولی رو 1. با این وضعیت 3% کار پیش رفته، این یعنی 4 سال کار به جای 1 سال. من موقعیت شما رو درک میکنم مهندس، با یکم زمان همه چی روی نظم و روال خودش پیش میره. در ضمن چیزایی که خواسته بودی تا 1-2 هفته دیگه میرسه. من نگران بحث هزینه ها هستم. نمیخوام با حذف نیروهای انسانی یه دی از آدم ها بیکار بشن و این هزینه ها جبران شه. خیالتون راحت باشه مهندس. ما هم نمیذاریم چنین فشاری به شما تحمیل بشه. به عنوان کارفرما چون کوتاهی از طرف ما بوده خودمون متقبل هزینه‌هاش هستیم. خیلی از همکارتون ممنونم. ببخشید معذرت. سلام آقای دادگر. سلام فربا جان. سریع و خلاصه بهت بگم، با اون آشنای قدیمی صحبت کردم، واسه فردا صبح قرار گذاشتم. کارت تموم شد یه زنگ به من بزن، هماهنگ کنیم با هم بریم اونجا. مشکلی که نیست. نه آقا جون، خیلی هم ممنونم. خواهش میکنم، مزاحم نمیشم. خدا نگهدار. خداحافظ آقا جون. به مادر سلام برسونید. ببخشید. نگران نباش مهندس، نگران نباش، همه چی درست میشه. انقدر سریع اتفاق میفته که چشم وا میکنی ببینی پدر بزرگ شدی، دست نوه نتیجه هاتو گرفتی و داری این طرف اون طرف میری. خدا کنه این طور باشه. من نگرانیم تخمین است. منم تمام زندگیم تخمین است. سلام. سلام. همینجا باش، الان برمیگردم. چشم آقا جان. Thank you.
گفتم من بابای بزرگ دارم که زورش عدالانسور بیشتر. دیدی ولی اون که بابای تو نیست، بابای من اشتباهی تو رو بغل کرده. نه خیره، بابای منه، من اول پیداش کردم. اه پس پاکن منو بده. من که پاکن ندارم. اه اگه راست میگه بغل بابات بیا پایین. نمیام. پس دستاتو باز کن. بیا دیدی نیست؟ اون یکی دستاتو باز کن. بیا دیدی نیست؟ اه چه زره، دوتا دستاتو نشون بده ترانه خانوم. نمیخوام. دعوا نکنید ببینم این چیه دو دستته؟ خب این پاکون مال کیه؟ مال منه، داشتم نقاشی میگم که این ازم گرفت. راست میگی ترانه؟ راست میگه ترانه؟ ترانه، سارا چیه؟ چی شده همه جا رو شروع کردی؟ ببخشید. شما باید ببخشید، مزاحمتی که براتون اینجا نکردم. نه اصلا. مهندس خب من باید برم، با اجازه شما. من در جریان کامل موضوع هستم. آقای دادگر همه چیزو برای من گفتن و تاییدی که ایشون میکنن یعنی تضمین همه حرفا و قول و قرارا. شما لطف دارین خانم قاسمی، ممنونم که روی منو زمین ننداختین. میدونم با این کار بزرگی که برای ما کردین مسئولیت سنگینی رو پذیرفتین. والا من که امیدوارم یه امر خیر اتفاق بیفته و نتیجه مطلوب به دست بیاد. بقیه‌اش هم که خدا کریمه. از اعتماد شما واقعا سپاسگزارم. خواهش میکنم. خسته نباشین. لطف کنین پرونده شماره 12 رو به همراه خود بچه بیارید بالا. ممنونم. بچه ای که میاد بالا مادرشو بر اثر حادثه رانندگی از دست داده. پدرش هم 3 ساله که بر اثر حادثه و ضربه‌ای که به مغزش وارد شده توی آسایشگاه بستریه و عملا قادر به نگهداری از خودش هم نیست. تقریبا وقتی که 2 ساله بود به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرده. دختری با روحیه بسیار بالا و حساس که البته خوشبختانه یا متاسفانه این از خصوصیت اغلب بچه‌های پرورشگاهیه. الان که میاد بالا فکر میکنه که برای چند روزی میخواد بره مهمونی. پس لطف کنید حسابی مراقبش باشید. اگر به حساب منت نگذارین، من اول این کارو به خاطر خود بچه که سر سامونی بگیره و از نعمت پدر و مادر برخوردار بشه، دوم به این نیت که زندگی شما هم رنگ بوی تازه‌ای بگیره، این کارو که قانوناً غیر قانونی انجام میدم. پس لطف کنید به محض قبول بچه از جانب همسرتون مراحل قانونی و حقوقی این کارو انجام بدید. بله حتماً. شما مطمئن باشید خانم قاسمی. من مطمئنم، فقط برای یادآوری بود. شما که خودتون بفرمایید. سلام دختر گلم، چطوری؟ خب اینم دختر نمونه کلاس خانم ترانه گلبرگ. سلام عزیزم، بیا بشین. از اونجایی که ترانه امروز شاگرد خوبی بوده و همه مربیا و هم کلاسیاش از دستش راضی بودن، یه جایزه خوب پیش من داره. اونم این که چند روزی بره مهمونی. آخ جون، مهمونی خیلی خوبه. هر کسی کارای خوب بکنه همه باهاش خوبن. پس دوست داری که بری مهمونی؟ آره؟ بله دوست دارم. خب پس بودو برو زود آماده شو دیگه، داره دیر میشه ها. چشم بابا، نرین تا من بیام. عزیزم ما منتظر شما میمونیم. خب اولین قدم آشنایی که خیلی خوب بود، ظاهرن خیلی خوب با ارتباط برقرار کرده. منم باش خیلی خوب ارتباط برقرار کردم. قدرت خدا رو میبینی؟ هیچ دقت کردی چقدر شبیه تحمینه است؟ بله، یه بار یه عمر این بچه رو میشناسم. گفتم که گفتم وقتی این بچه ها رو ببینین مهر و محبتشون به دلتون میشین. خب تا 10 دقیقه دیگه میرسیم خونه. آخ جون.
خیلی منم همین بغلا پیاده میشم. ای شما ما نمیای؟ نه دیگه، شما سه نفر با هم باشین بهتره. ضمناً یه جایی هم کار دارم، باید برم خونه، ماشینو بردارم و برم. خب ولی نه دیگه، همینجوری بهتره. من دو سه روزی از شرکت مرخصی گرفتم. تو هم که تو تعطیلاتی. ترانه هم که مهمون ماست. بچی کم داری؟ شیرینی. جان عزیزم دو تا بغل من. حتما باید بریم شما. آره خیلی خوبه. یا اینجا بشی ببینم. آفرین. خب خوشگل خانم. پس اسم ترانه ساره؟ بله ترانه گلبرگ. چه اسم قشنگی. خب ترانه خانم بابا مامانت کجا؟ ها؟ بابا مامانت کجا؟ ها؟ چی؟ میگم بابا مامانت فرهاد فرهاد ها چی؟ تمام جان وسایل تو بزن گوشه بعدش هم برو اونجا دست خورت تو بشور تا با هم نهار رو باید چشم نظرم کار بسیار شایسته ای انجام دادید آقای دادگر. انشالله دخترتونم با این قضیه کنار میاد. انشالله. بفرمایید. دست شما درد نکنه آقای دکتر. با اجازه. ولی دیر تو دلم نیست آقای دکتر. یه شوری عجیبی دارم. این پنهون کاری ها این آسب و راسبی ها حسابی داغونم کرده. این انتظار کشنده برای خشایار، این ترس پس زدن دخترم، قصه خوردن های همسرم، چی بگم؟ دیگه طاقتم طاق شده. میفهمم. خواهش بکنم بشینید. ممکنه شما رو ببینه. آره راست مطمئنی؟ سلام آقا خشایار، شما این مثل همیشه، سر وقت.
دیدی مثل هر روز نبود؟ از کجا فهمیدی؟ نمیدونم وقتی داشت میرفت لبخند نزد. بلش کن ببینم آقای دادگر چی کار کرد. هیچی بابا، دختر خشایار برداشته برده خونه دخترش. دخترش هم از ماجرا هیچی نمیدونه. البته موقتی ها، میخواد دخترش عادت کنه تو بد کاری کنه میشه انجام بده. چرا خشایار که اصلا نمیدونه این دختر داره؟ این بچه کیه؟ گفتم که ترانه گلبرگ. تا اونجایی که من میدونم ما دوست و آشنایی به اسم گلبرگ نداریم. این بچه کیه فرباد؟ همین حالا میخوای بدونی؟ همین حالا میخوام بدونم. ترانه دختر پرورشگاهیه که 3 سال پیش مادر پدرش رو از دست داده. من و مادر پدر تصمیم گرفتیم با آوردن اون به خونمون هم یه کمکی به اون کرده باشیم، هم به خودمون. آها، بعد منظورت از خودمون کیه؟ منظور تو و پدر مادرم این دیگه. بعد من این وسط چی کارم؟ من اصلا نمیفهمم شما چجوری به خودتون اجازه میدین برای من، برای زندگی من، برای احساس من تصمیم بگیرین؟ تهمینه جان، ما هیچ تصمیمی نگرفتیم. این بچه الان تو خونه این منه و تو میگی ما هیچ تصمیمی نگرفتیم؟ موقتیه، این بچه فقط مهمون ماست. حوله میخواستم. چیزی که بیشتر از همیشه نگرانم میکنه اینه که خشایار گذشتهشو به یاد بیاره ولی حرفی نزنه. اینو چجوری میشه فهمید؟ عکس العمل فرق میکنه. مطمئنم تلاش میکنه که حرفم بزنه. ما مرتب اونو تست میکنیم،
هر تغییری رو زیر نظر داریم و ثبت میکنیم. هر چند یکی دو روزه احساس میشه یه کمی تو خودش رفته. یعنی داره اتفاقی میفته؟ به طور قطعی نمیشه گفت. قرار گذاشتیم با چند تا از همکارا یه تست روانشناسی دیگه انجام بدیم. به نظرم داره به یه چیزایی فکر میکنه، یا بهتر بگم یه چیزی مغزشو درگیر کرده. خطرناک نیست؟ نه، کارای همیشگیشو انجام میده. راستی شما رو که ندید. نه خیر، من خیلی مراقب هستم. در واقع همه سعی و تلاشمو میکنم. میدونم. به هر حال باید تا بعد از تست صبر کنید. جناب آقای دکتر، اجازه مرخصی میفرمایین؟ اجازه ما هم دست شماست. ممنونم از همه تلاشتون. من باید از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. التماس تو. محتاجیم. خدا نگهدار. خداحافظ. به به، آقا خشایار. چطوری؟ دیگه ما رو تحویل نمیگیری؟ میخوای یه دور بزنی؟ خیلی خوب آقا خشایار. جایی نریا تا من برم و برگردم. هرچی به این ارتوزا میگم یه ساعت بزن که گوش نمیده چه؟ عجب غذای خوشمزه‌ایه. ترانه، تو هم بلدی اینجوری غذا درست کنی؟ بله، بلدم. بلدم دیگه. خب باشه. پس امشب شامو ترانه درست می‌کنه. البته بهتره امشب شام بریم بیرون. آخ جون. نظرت چیه؟ من کار دارم. خودتون با هم بریم. میدونی چیه؟ ترانه جون، این تأمینه این چند وقته همش خسته است، هی امتحان داشته، هی میره تو اتاقش میخوابه دیگه. آدم وقتی خسته است باید بخوابه. بس باشه، باید قصدو بخور. بخور.
آها سلام فرباد جان، حالت خوبه؟ چی؟ خیلی خوب، حالا میام بوجود. سلام. سلام فرباد جان. ببخشید شرمندم. من با ترانه رو می آوردم. خب حالا مشکل چیه؟ متاسفانه تو این چند ساعت به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. پاک عصبی شده تامینه. از وقتی که بچه رو آوردم تو خونه هی از دست ما فرار میکنه. از اتاق به تراس، از تراس به آشپزخونه، از آشپزخونه به اتاق. اصلا نمیدونم چیکار کنم. عیب نداره. این یه عکس العمل طبیعیه. این حرکات تامینه نه از روی منطقه، نه از روی احساس. به نظرم میرسه یه جوری لجبازی با خودشه. با ترانه که برخورد خاصی نکرده. نه، ولی خب این بچه متوجه شده که وجودش تو خونه داره تامینه رو آزار میده. واسه همین گفتم یکی دو روز بیاد خونه شما، هم تامینه آروم بشه، هم فضای خونه این بچه رو آزار نده. نظر شما چیه؟ آره، تصمیم درستیه. زمین من و مهری هم از تنهایی در میاییم. ممنون. خب اونم ترانه. آفرین. مهمونی بهت خوش بگذاره، قربونت برم. شب نمیای مهمونی؟ چرا عزیزم، من یه خورده کار دارم. به کارام برسم میام مهمونی. خداحافظ. خداحافظ، قربونت برم. ازت خواهش میکنم درست فکر کن. چرا فکر میکنی ترانه نمیتونه جای بچه واقعی تو رو پر کنه؟ فقط به خاطر اینکه تو اونو به دنیا نیاوردی، چون از خون و گوشت و پوست تو نیست. به خدا این تفکر قدیمی و پوسیده است. خواهش میکنم سعی نکن باورای من عوض کنی. من احساسم فقط در مورد بچه‌ای که خودم به دنیا آورده باشم برانگیخته میشه. این واقعیته. حالا میخوای بگی که نیست؟ من اینو بارها بهت گفتم فرباد. حاضرم از زندگیت برم کنار. تو دوباره ازدواج کنی. بچه خودتو داشته باشی. چرا بی ربط میگی؟ احساسات سر جای خودش. من که نمیخوام با این واقعیت بجنگم. ولی وقتی امکانش نیست، هیچ راهی هم نباشه، اون وقت چی؟ آه، پس از صبح میخوای همینو به من بگی؟ میخوای بگی که من توانایشو ندارم؟ نه، اتفاقا میخوام بگم ایراد از تو نیست. خواهش میکنم فرباد، من الان اصلا احتیاج به دلسوزی ندارم. دلسوزی نیست، چند وقت دارم با خودم کلنجار میرم که چجوری این موضوع رو بهت بگم، ولی الان احساس میکنم که وقتش. اشکال از منه، نه از تو. اینم جواب آزمایش. حالا چی میگی؟ ظاهرم برای برانگیخته شدن احساس مادری تو این منم که از زندگی تو برم بیرون.
خاطر عشق اون دختر بچه رو بود، اول به خاطر آرامش تو، بعد به خاطر خودم. تو رو خدا حرفمو باور کن. باور میکنم. اول آخر این تصمیم با توه، اگه نمیتونی با این قضیه کنار بیای حرفی نیست. ترانم که فکر میکنه چند روزی اومده مهمونی، فقط ازت خواهش میکنم درست فکر کن. هر تصمیمی بگیری کسی باید مخالفت نمی کنه. مطمئن باش. بله بفرمایید. سلام آقای دادگر. دکتر بهرامی هستم. سلام آقای دکتر. خسته نباشین، ارادتمندم. خواهش میکنم. لطف دارید. خیر باشه این موقع شب؟ مزاحم شدم شرمنده. اختیار دارین، حرفا چیه؟ اتفاقی افتاده؟ والا چه عرض کنم؟ موضوع خشایاره. خشایار. چیزی شده؟ بعد از رفتن شما غیبش داده. با ماشین استشنه آسایش کرد. یعنی چه آقای دکتر؟ فرار کرده؟ ظاهرن که اینطوره. همه تو را زیر رو کرد. انگار آب شده رفته تو زمین. مجبور شدم به پلیس خبر بده. پلیس؟ مگه خطرناکه؟ فکر نکنم. ولی به هر حال ما مسئولیت داریم. باید گزارش میکردیم. من به این مشکوکم که شما را دیده باشه و شناخته باشه. شاید هم تعقیبتون کرده. این که ماشین رو برداشته و رفته خیلی نگران کننده است. خب حالا باید چیکار کرد؟ اگه سراغتون اومد حتما خبر بدید. خواستم در جریان باشید. من همینجا هستم. خیلی ممنونم. متشکرم. خواهش میکنم. مزاحمتون نمیشم. شب بخیر. شب بخیر. Thank you.
میخوام خوشبختش کنم، میخوام به زندگی سر و سامون بدم، به خدا تأمین خوشبخته. آروم باش، آروم باش جان ترانت، آروم باش، نظر بیدار بشه. او فکر میکنه باباش مرده. نبرش، ازت خواهش میکنم، التماست میکنم، التماس میکنم نبرش. من میخوام اونو خوشبخت کنم. نبر، نبرش. چیزی بدونه. نبر، التماس میکنم، خواهش میکنم ازت این کارو نکن، این کارو نکن، التماس میکنم. نبرش، نبرش. ترانه کجاست؟ نگران نباش، جاش خوبه، پیش پدر مادرت. فردا ترانه رو برمیگردونم پرورشگاه. منو ببخش، خیلی ناراحتت کردم. من فقط میخواستم آرامش کامل برات به وجود بیارم، ولی همون آرامش اولیه رو ازت گرفتم. فقط اینو بدون، هر کاری کردم به خاطر خودت بوده. فکر کنم چاره ای نداریم، باید همه چیز خودمون به تامینه بگیم. آره بهتره بگیم. خیلی خوب، پاشو پاشو آماده شو بریم. اما الان نصف شب، دخترم خوابه. ممکنه خشایار زودتر برسه اونجا. همین امشب، همین الان.
همین امشب میریم در خونشون، فردا صبح اول وقت بهش میگیم. پاشو. ممنون فرباد. خوش اومدی. سلام مامان. سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون. چی شده مامان این وقت صبح؟ هیچی. شما بفهم مامان چرا سر پایین. شما برو من چای می‌ریز. مامان اتفاقی افتاده؟ نه، چیزی نیست. حقیقت اینه که اومدم یه داستان برای تو و فرباد تعریف کنم. داستان؟ الان؟ فقط امیدوارم خوب گوش کنی. حتما داستان جالبیه. آره، خیلی جالب. خب بابن بگو، گوش میکنیم. یه روزی یه زن و شوهر جوان بودن که بچه دار نمیشدن. مامان بذار مادر، بذار داستان تعریف کنم. مرد رئیس پرورشگاه بود و زنش یکی از مربیای اونجا. اون زن و شوهر عاشق بچه بودن. ولی نمیدونم خدا چرا یه روز خواهر برادری رو به اونجا آوردن که پدر و مادرشون تو تصادف کشته شده بودن. برادر 12 ساله، خواهر 4 ساله. این زن و شوهر با دیدن این دختر کوچولو احساس عجیبی درونشون زنده شد. احساس کردن میتونن پدر و مادر باشن. میتونن حس عمیقی به این دختر بچه کوچولو داشته باشن. بالاخره تصمیم گرفتن اون دختر بچه رو به فرزند خوندگی قبول کنن. به نظرت اشتباه کردن مادر؟ نه، از اونجایی که اونا فقط یه بچه میخواستن، اونم دختر، نمیتونستن برادرارم به فرزند خوندگی قبول کنن. بیچاره خیلی تلاش میکرد که خودشو تو دل اون زن و شوهر جا کنه، ولی آخر سر دختر بچه رو از پرورشگاه بیرون بردن. اون اولش خیلی بهونه برادرش رو میگیره، اما کم کم فراموشش کرد. آخه اون خیلی کوچولو
به نظرت اشتباه کردن مادر؟ چایتون سرد شد مامان. اون زن و شوهر بعد از کارهای قانونی اون دختر بچه هر دو از پرورشگاه استفاده دادن، حتی مسئله شرعیش هم حل کردن. برای اینکه کسی در آینده برای اون دختر خوندشون حرف و عدیسی در نیاره، از اون محله اسباب کشی کردن و رفتن. اصلا یه زندگی جدیدی رو شروع کردن. به نظرت اشتباه کردن مادر؟ پسره چی شد؟ فردای همون روز وقتی برادر متوجه میشه، برای پیدا کردن خواهرش از پرورشگاه فرار میکنه، ولی نمیتونه و به ناچار برمیگرده پرورشگاه. حالا چند سال گذشته، همه چی خوب شد. دختر بچه کوچولو حالا خانوم شده. گذشته رو فراموش کرده و خوشبخت داره تو اجتماع زندگی میکنه. پدر و مادرش هم خیلی دوست داره، ولی سر و کله برادر بزرگتر پیدا میشه. میخواد زندگی آروم این خانواده رو به هم بریزه. من متوجه نمیشم چرا شما گریه میکنید؟ به نظرت مادر این زن و شوهر توی این اتفاقات اشتباه کرده؟ آره مادر، آره. ما نمیدونستم اینجوری میشه. بابا تو رو خیلی دوست داریم، منم همه تو. هر کاری کردیم به خاطر تو. ما نمیخواستیم خشایار اینجوری. خشایار کیه؟ برادر تامینه. برادر تامینه. یعنی قصه زندگی شماست؟ یعنی اون دختر بچه منم؟
چیکار کنیم؟ فقط یه شوکه دیگه میتونم به حالت اولش برگردم. چقدر زمان میبره؟ شاید همین الان، شاید ماها و سالها طول بکشه که به حالت اولش برگرد. درسته که حرف نمیزن، باش صحبت بکن، هر چیزا و خاطراتی که دوست داره براش بگو. شاید تحریک بشه و عکس العملی نشون بده. فشار بزرگی رو تحمل کردن درست و موقعیتی که نباید. من بازم سر میزنم. خدا نگهدار. چه اشتباهی کردی؟ همه چی خراب شد. تقصیر من بود، همیشه من مقصر بودم. عزیزم، قشنگم، مهربون ماما، من و بابا داریم دق میکنیم. آخه ما که گناهی نگردیم، اشتباهی نکردیم. اگه اشتباهی کردیم تو ما رو ببخشی. بله بفهمین کلانتری. چرا اونجا؟ خیلی خوب باشه، همین الان میام. دکتر خشایار بود. خب چی میگه؟ باید برم گزارش ورود خشایار به خونه بود و دزدیده شدن ترانه رو بدم. وای خدا، ترانه بلایی سرش نیاد. آقا جان، منم هم با تو میام. خیلی خوب بریم. امروز مهمونی اینجاست؟ شما نمیتونی حرف بزنی؟ زبونتون رو موش خورده؟ شما دوست ماما تقنی و بابا فر بودی؟ بیا اینا بگیر، ماما شونه کن، بلدی؟ Thank you.
دیگه. زنگ بزن دیگه. اینا بلد نیست اینجوریه. بله آقا بفرمایی. سلام خانم، خسته نباشی. سلام دخترم، خیلی ممنون. شما دختر کی هستی؟ دختر مامان تهمنه. آخه حال مامان چطوره؟ رفته بوده بیمارستان ملاقاتش؟ مگه مامان تهمنه بیمارستانه؟ ببخشید نمیدونستم خبر نداری. حالش به هم خورد، بردنش بیمارستان همین سر خیابون. دخترم قصه نخور، زود خوب میشه. با اجازتون ببخشید. همش تقصیر باشه، منم دخترم نمیشم. فقط حالش خوب بشه. از خشایار هیچ خبری نداشتم تا چه زمان. سرما نخوری؟ بابا کوس؟ بابا؟ بای 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 بای. دادگر بیا دیگه، تهمینه نگران میشه. میام الان. خشایار زود باش دیگه، هوا سرد، ترانه سرما میخوره. همسرش در جا مرد، خودش هم ضربه مغزی شد و تعادلش رو از دست داد. ترانه مثل یه معجزه چند ساعت بعد که تیکه پاره های ماشین رو باز میکردن، سعی و سالم زیر صندلی مادرش پیدا شد. خودم بغلش کردم، بعدم تحویل پرورش کاش دادم. از اینکه حقیقت و تهمینه بفهمه همیشه ترس داشتم. از طرفی هم خوشحال بودم که توی یه فرصت ترانه رو زیر پر و بال شما در بیارم. اما ترانه کجاست؟ این بچه کجاست الان؟ سی سال پیش به التماسایی بچه بی توجهی کردم، الان خدا اینجوری همه آرزوام به هم ریخت. این قانون روزگاره. خدا قدر نیت آدم ها بهشون میده. همه چی خرابه ولی یه چیزی آرومم میکنه، نمیدونم چیه. سلام. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر. من توضیحات لازم رو به رئیس کلانتری دادم، شما هم همین کارو بکنید. بگید خشایار بیماره نه مجرم. هنوز خبری نیست؟ متاسفانه نه.
ولی همین الان خبر دادن ماشین رو پیدا کردن جلوی خونه دخترتون. حتما رفته سراغ تأمینه. پس زیاد نمیتونه دور شده باشه. به نظر شما خطرناک نیست آقای دکتر؟ با دخترش و خواهرش؟ من خشایا رو میشناسم. همه قسم اینه که چرا روزگار براش اینجوری رقم زده. پیدا کردی؟ تأمینه چطوره؟ تغییری نکرده؟ علامتی؟ حرکتی؟ نه همونطوره. معلوم نیست تو مغزش چه خبره، فقط نگاه میکنه. کاشکی ما رو نگاه کنه. فکر میکنی؟ خدا کنه خشایار بتونه که من ترانه رو واسه کی میخواستم. وگر نه تحمیل نیومد. نمیخوام. نمیخوام. خواهی بری مهمونی؟ مثلا من مامان تو هم بیان غذاها رو بخور تا بزرگ شی. ای کاش مامان تو هم نخور میشون. آفرین بچه خوب، همینجا ساکت بشو تا من موتو مرتب کنم. ای کاش مامان تامین خوب میشد، بعدم بابا فرباد من جای بچهشون قبول میکرد. صبر و تحمل داشته باشی. اینجوری بالا سرش گریه نکن. پاشو بریم بیرون. خواه جون دارم آتیش میگیرم. میدونم.
شما برید بالا، برید بالا. دل من اجنس شیشه است، نه مثل یه تیک سنگه. جنسش از هرچی که باشه واسه تو بجوری تنگه. واژه ها رنگ نیازن، رنگ بودن تو با من. اما قسمت هم به اینه که تو هم نمونی با من. آدمم نه خود کوهم، بی صدا و سخت و خارا. اگرم حرفی تو سینه است، آخه کوه یه دونه آشنا. آسمون هرچی بهم داد، سرنوشتم اونو دزدید. گله ای نداره این مرد، قسمت بدون تردید. سر نوشتم اینه که بمونم
ترانه تو برو هر جا دلت هست پر بگیر تا شیانه بهتره چیزی ندونی از غم و غصه اینجا راه امنی پیش روته نه خیاله نه یه رویا دل من بدون اغراق چشم راته تا همیشه راه رود خونه به دریا هیچ وقت دوتا نمیشه تو مثل کبوتری که گم شده میون ابرا برمیگردی سمت لونت هر چقدر هم بری بود